بینندگان عزیز، لاله معینی پور هستم. منم رضا مصمن هستم. در شهر زیبای تورنتو هستیم در کنفرانس پارلمان ادیان جهان که از اول تا 7 نوامبر 2018 برگزار شده. ما با تیم پرژن بی ام اس در این پارلمان حضور داشتیم و برنامه‌های گوناگونی رو از مهمانان مختلف برای شما تهیه کردیم. یکی از این گفتگوها رو براتون پخش می‌کنیم. با ما باشید. الیس گولدستین اولین خاخام زن در کاناداست. پیروان او در کنیسه شهر در تورنتو از یهودیان مختلف میخوان که به یهودیت اصلاحگرا روی بیاورند. او مدافع کارهای مذهبی بدی نیست و در میان نسل جدیدی از روحانیون که به ترویج مفاهیم در بین مذهبیون مشغول هستند به چالش هنجارهای جنسیتی و قبول جامعه مدرن مذهبی میپردازند. ممنون که دعوت ما رو برای این مصاحبه پذیرفتین. میدونم که چند سخنرانی در پیش دارین. میشه برامون یکم توضیح بدین؟ بله، من خیلی هیجان زدم. اولین جلسه یک نمایشه، یه تئاتر که من، کشیش آنجلیکا و یک کشیش یونتارین اجرا میکنیم. دو مسیحی و من به عنوان یک یهودی قراره در مورد روحانیون در قرن 21 صحبت کنیم. فردا من دو سخنرانی دارم. یکی با کشیش آنجلیکا که قراره در مورد چالش‌های گفتگوهای بین مذهبی وقتی خیلی دردآور و سخت میشه صحبت کنیم، مخصوصاً وقتی ما با هم بر سر موضوع اتفاق نظر نداریم. در سومین سخنرانی 4 ربای خانم هستند که هر یک به نمایندگی از یکی از شاخه ها یا فرقه های یهودیت قراره در مورد اینکه چه نقاط مشترکی زنان به عنوان رهبر دینی دارند صحبت کنند. بسیار عالی. میدونم شما کتاب هایی هم نوشتین. میشه یه مقدار در مورد اونها توضیح بدین؟ کتاب اولی که نوشتم در مورد چگونگی فهمیدن کتاب مقدس یهودیان از دیدگاه یک زن بود. دو کتاب بعدی در مورد تفسیرهای فمینیست از کتاب مقدس یهودی و کتاب آخر در مورد اینکه چه کارهایی برای برابری زنان در مذاهب جهانی باید انجام بشه. چرا در پارلمان ادیان شرکت کردین؟ این پارلمان خیلی مهمه چون فرصتی فراهم میکنه که از تفاوتهایی که داریم فراتر بریم. ما همدیگر رو نمیفهمیم. من میخوام از اتفاقی که افتاده به عنوان مثال یاد کنم که هفته گذشته این حادثه تلخ در پیتسبورگ اتفاق افتاد که 11 نفر فقط به علت یهودی بودن کشته شدن. این خیلی مهمه که حالا که این فرصت برای ما فراهم شده که در صلح زندگی کنیم، به راحتی با هم صحبت کنیم. شاید ما بر سر برخی مسائل سیاسی و ایده ها با هم هم عقیده نباشیم. ولی از طریق این صحبت ها من احساس کردم بعد از اتفاقی که در پیتسبورگ افتاد، اومدن اینجا خیلی مهمه. چطور سطح آگاهی مردم رو در این زمینه میخواییم بالا ببریم؟ منظورم اینه که کتاب هاتون کمک میکنه به این قضیه و همینطور شرکت کردن در پارلمان. چه اقدامات دیگه در این زمینه انجام دادیم؟ در واقع من سعی میکنم در مورد دو چیز آگاهی مردم رو بالا ببرم که یکی در مورد در نظر گرفتن یهودیت به عنوان شریک و همراهی برای سایر ادیان جهانه. همه ما داریم سعی می‌کنیم همدیگر رو بفهمیم با روشی که ممکنه باعث بشه بر سر برخی مسائل با هم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی در اساس و شالوده انسانیت با هم هم نظریم که این پروژه اصلی منه و پروژه دیگه در مورد برابری زنان در تمامی ادیانه که نه فقط از طریق کتابم بلکه از طریق آموزه‌هام و سخنرانی‌هام سعی می‌کنم این پیام رو منتقل کنم. این پیام حتی سخت‌تر از پیام اوله چون بسیاری از ادیان هنوز خیلی مردسالاران است و عمیقاً باور دارند که زنان فقط میتونن نقش کمک کننده به مردان یا نقش فرعی داشته باشن و نمیتونن رهبری رو از مردان بگیرن یا قدرت زنان رو تهدیدی به اساس ادیان میدونن. خیلی جالبه که شما اولین زن خواخام در کانادا هستین و فکر میکنین این شروع خوبی برای ایجاد برابری بین زنان و مردان هست؟
فکر میکنم هست. اول از همه من یه سمبول به حساب میام. صرف نظر از این که من چه کارهایی بکنم، همه منو در کانادا میشناسن. منو به یاد دارن وقتی که در سال 1983 خاخام شدم که خبر بزرگی بود. میدونین یک خاخام زن در این کشور که به نظر من با همین قضیه خیلی از تفکرات غالبی که زنان نمیتونن مقام رهبری در ادیان رو داشته باشن رو به چالش کشیدم. فقط همین خاخام بودنم این فرصت رو فراهم میکنه که مردم بخوان بگن صبر کن ببینم، من فکر کردم فقط مردا میتونن خاخام بشن. حتی وجودم خیلی چیزها رو تغییر میده و به من این فرصت رو میده که با مردم صحبت کنم. و من خیلی سعی کردم که مردم رو از راه عشق و آگاهی بشناسم، مخصوصا افراد مذهبی که دین اونها مرد سالارانه است. مردم ممکنه بگن خدای من چقدر همه چیز تغییر کرده، حالا زنان دارن قدرت رو به دست میگیرن، و من از حربه شوخی استفاده میکنم چون فکر میکنم سلاح خوبیه، ولی سلاح بهتر از اون عشقه. اول از همه میخوام بدونم یهودیت چه معنایی برای شما داره و در سرتاسر جهان ادیان مختلفی وجود دارن که میخوایم با آرامش در کنار هم زندگی کنن. من دوستان زیادی دارم که دارن این برنامه رو نگاه میکنن. در این مورد چه پیامی برای اونها دارید که بتونید به این هارمونی برسید؟ من فکر میکنم این مسئله مهمیه. یهودیت عنصر اصلی وجودی منه و هویت منه. من به عنوان شخص و یک زن با اون تعریف میشم. فکر میکنم سوء تفاهم‌هایی در مورد یهودیت وجود داره. سیاست‌های فراوانی اونو احاطه کردن و ما باید به یکدیگه سیستم اعتقادی اولیه و پایه رو آموزش بدیم. ما باید تمرکزمون رو بذاریم روی انسانیت و شرافت. در این صورته که ما به وجه مشترکمون با دیگران پی میبریم. پیام من حذف کردن سیاسته، مخصوصا سیاست ملی وقتی که با مذهب آمیخته میشه. دین به خودی خود به هیچ ملیتی پیوند نخورده و منسوب و محدود به هیچ ملیت و نژاد و قومیت نیست. مهم اینه که با هم متحد بشیم، صرف نظر از دین. بعد از حمله‌ای که در پیتسبورگ شد، شماری از مسلمانان از جمله امام‌ها و مسلمانان جامعه مسلمان تورنتو و مسیحیان از طرف جامعه مسیحی در تورنتو درخواست کمک کردند. ولی خب خانواده من سالم بودند و اتفاقی برای من یا خانواده‌ام نیفتاده بود. اتفاقی که برای اون 11 نفر افتاد، در اصل برای بشریت افتاد. خیلی از مسلمانان و مسیحیان خواستند کمکی به جامعه یهودی بکنند. همونطور که میدونیم ما شنبه ها مراسم سبت یهودی داریم. اطراف ساختمون کنیسه رو ما حلقه صلح مینامیم. دیروز تقریبا 100 نفر بیرون ساختمون کنیسمون ایستاده بودن و وقتی ما داشتیم وارد کنیسه میشدیم برای مراسم سبت، مسیحیان و مسلمانان با پلاکارت هایی که روش نوشته شده بود نگذارید نفرت بین ما فاصله بیاندازه، برای محفوظ ماندن از خطر ما به داخل کنیسه اسکورت شدیم. ولی نه با پلیس، بلکه با مسیحیان و مسلمانان، و این صحنه انسانیت و مهربانی محصور کننده بود. این مثال عالی بود از اینکه ما چطور موانعی که ماها رو از هم دور میکنن رو کنار میزنیم و از همدیگه و دیگر انسانها در مقابل شر محافظت میکنیم با گرفتن دستان یکدیگه. این تجربه زیبایی بود. شما در مورد تئاتر صحبت کردین. میخوام بدونم هنر چقدر این وسط نقش داره؟ سوال خوبی کردین، چون خیلی از روحانیون، واعظین، خاخام‌ها و اماما همگی احساس می‌کنیم که وقتی داریم صحبت می‌کنیم و خطبه می‌خونیم خیلی وقتها دراماتیک می‌شیم. باید سعی کنیم توجه مردم رو به نحوی به نوشته‌های قدیمی جلب کنیم، ولی باید به نحوی این کار رو بکنیم که با تمام قلب و روحمون گوش بدیم. پس تو خیلی از کارهای ما تئاتر نقش داره، چون این فرصت رو فراهم میکنه که وجه انسانیت و نودوسی من رو جدا از سمتم نشون بدم. وقتی من برم روی صحنه و صمیم قلب و ته دل خالصانه در مورد مشکلاتی که به عنوان یک خاخام و از زندگی هایی هم که با کارهای من تغییر داده شد بگم،
احساس نودوستی که در من وجود داره به عنوان یک انسان و خاخام دیده میشه. چون همونطور که میدونین مردم از روحانیت میترسن و همه این عناوین که به عنوان معلمین مذهبی شناخته میشن مردم رو میترسونه. ولی فکر میکنم این نمایش جنبه انسانیت و نودوستی ما رو نشون خواهد داد و به کار گرفتن طنز و نمایش این پیام رو بهتر منتقل میکنه. وقتی من به عنوان یک خاخام در سال 1983 منتخب شدم، این قابل قبول نبود که زن در نقش رهبر مذهبی ظاهر بشه، نه در جامعه یهودی، نه در جوامع مسیحی و مسلمان. در تمامی ادیان ابراهیمی وجود یک زن در این جایگاه واقعا قابل قبول نبود. همه منو به عنوان یک موجود عجیب می دیدن که قراره در کنیسه یا کلیساهاشون سخنرانی کنم. ولی می خوام با نشون دادن جنبه انسانی به همه این عقاید پایان بدم. نقش من آموزش یهودیته به یهودیان و هر کس دیگهی که می خواد یاد بگیره و نمی خوام همیشه فقط به عنوان یک نماد ازم یاد بشه. So that was a bit of a struggle.